تصاویری بود از کشته شدگان حوادث اخیر در ایران. اما از فردا و با فرارسیدن اول ماه مهر، سال تحصیلی جدید در حالی آغاز خواهد شد که تحولات سیاسی ایران پس از انتخابات این مسئله را تحت شعاع خودش قرار داده، در حالی که برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از چند پیش بحث برخورد با اعتراضات احتمالی دانشجویان را پیش کشیده بودند. به نظر می‌رسد گروه‌هایی از معترضان به نتایج انتخابات از دانشگاه‌ها برای پیشبرد هدف‌های جنبش خود استفاده خواهند کرد. امروز همراه کوروش سعدی هستیم و به بررسی این قضیه می‌پردازیم. کوروش، این سفارایی جدید چه معنایی خواهد داشت برای جناح‌های مختلف و الان اصلا در چه نقطه‌ای قرار گرفته؟ بله، کام اشاره کردی به تصاویر کسانی که بعد از انتخابات کشته شدن، حتی گروهی از کسانی که چون ما آمار دقیقی نداریم از کسانی کشته شدن، اونا که اصلا عکسشون رو ما داشتیم که پخش شد و خب اکثر اون هم دانشجو بودن و این نکته‌ای بوده که در همه حرکت‌های اعتراضی دانشجویان نقش پیشگام رو داشتن در سال‌های اخیر و یک قضیه تاریخی بوده، یعنی مختص به الان هم نبوده. و خب دیدیم که به ویژه در حوادث بعد از انتخابات، اولین حمله‌ای که به صورت سازمان یافته صورت گرفت به کوی دانشگاه تهران بود که محل سکونت دانشجویان بود. و البته نکته‌ای که شما گفتین، دانشگاه به خاطر در واقع ماهیت خودش همیشه یک حالتی داشته که حالت نقاد داشته و بزرگترین تناقض دولت‌های حکومت‌های استبدادی همین دانشگاه بوده، به خاطر اینکه حکومت‌ها از طرفی نیاز دارن به علوم روز و دستیابی به دانش، ولی خب ورود جوان‌ها به دانشگاه باعث میشه که آشنا شدن با مفاهیم جدید و محیط دانشگاه خودشون رو در تقابل با حکومت استبدادی و فردی ببینن، که این تناقضی هست که در حکومت‌های استبدادی، حالا در مورد ایران نه در هر جای دنیا، این مسئله صادق هست، این وجود داره. و اما در مورد حوادث اخیر ایران که بخوایم برگردیم و نقش دانشجویان در این اعتراضات باعث شد که در واقع نقطه در نوک اصلی پیکان حمله جناح‌های حامی دولت قرار بگیرن و هر روز ما شاهد بودیم که تصاویری از کشته شدگان و فیلم‌های منتشر می‌شد و در یک مورد آخرش هم همین چند روز پیش بود که آقای محمد جواد پرنداخ، اگه اسمشون رو درست تلفظ کنم، دانشجوی کرد دانشگاه صنعتی اصفهان بودن، که حتی خود خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد که ایشون بر اثر فشارهای وارد بر زندان و پس از آزادی در واقع دست به خودکشی زده، که فیلمش هم در یوتیوب بود که پخش شد و خیلی اون رو دیدن. خب کوروش، به مسئله تعارض میان دانشگاه و حکومت حال حاضر ایران اشاره کردی، اما امسال و طبق خبرهای منتشر شده گویا این برخوردها حتی پیش از آغاز سال تحصیلی شروع شده بود، برای اینکه دولت آقای احمدی نژاد یک برخوردهایی کرده بود قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشه. حتی زمزمه هایی بود برای اینکه امکان داره دانشگاه این ترم شروع نشه اصلا یا دیرتر شروع بشه. بله، همونطور که گفتم، در واقع موتور متحرک و نقطه امید جنبش های اعتراضی مردمی جنبش دانشجویی بوده، جنبش مخالفین، و الان هم همینطور هست. و از طرفی خب در دو قطبی که شکل گرفته در جامعه ایران، دانشجویان وزن سنگینی دارن در بدنه مخالفین، و دانشجویانی که اصلا سابقه فعالیت سیاسی نداشتن، یعنی عضو تشکیلات دانشجویی نبودن یا سابقه از خودشون نداشتن، بعد از این اتفاقات و اعتراضاتی که صورت گرفت بعدها تبدیل به فعالان حرفه‌ای سیاسی خواهند شد بدین ترتیب. و این نکته‌ای هست که حکومت به این نکته توجه نکرده و به دست خودش در واقع تسریع کرده در افزایش شمار مخالفین خودش. اما از سوی حاکمیت هم همونطوری که اشاره کردی، پیش از شروع سال تحصیلی مقامات نظامی، اطلاعاتی و از تریبون‌های مختلف، رسانه‌های مختلف در واقع حمله کردن به دانشجویان و اونها رو تهدید کردن به اینکه اگر دانشگاه شروع بشه و این اعتراضات ادامه پیدا کنه با مقابله شدیدی در واقع از طرف اینها روبرو خواهند بود. ولی در روزهای پیش دیدیم که احضار و دادگاهی کردن بسیاری از دانشجویان بوده همزمان توسط دادگاه انقلاب در برخی از شهرها مثل بابل و کرمانشاه، که در کرمانشاه اونایی که به وزارت اطلاعات احضار شده بودن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن. در دانشگاه تهران بیش از 50 دانشجو را احضار کردن و بیشتر این دانشجویان کسانی بودن که در پیش از انتخابات در واقع ستادهای انتخاباتی
آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی فعالیت میکردن و به گزارش خبرنامه امیرکبیر یک لیستی از 400 دانشجو هم تهیه شده که در واقع به کمیته انضباطی احضار خواهند شد از دانشکده های مختلف دانشگاه تهران و همینطور معاون دانشجوی دانشگاه تهران هم باز همین تهدیدها رو ادامه داده که در صورت برپایی تجمعات اعتراضی به شدت با دانشجویان برخورد خواهد شد. اما فراتر از این برخوردهایی که صورت گرفته، بحث اسلامی کردن و انقلاب فرهنگی دوم بوده که با توجه به این اعترافاتی که در دادگاه هایی که برای متهمین بعد از حوادث اخیر پخش شد و با توجه به سخنرانی هایی که خامنه ای در مورد حقوق انسانی و اینها آقای خامنه ای و بسیاری چهرهای دیگه که در واقع بسیاری اون رو ادامه خط آقای مصباح یزدی میدونن، این بحث بسیار جدی هست و نگرانی بسیاری از فعالین دانشجویی و استادان رو برانگیخته. اگر به دادگاه هایی که به در واقع پخش شد توجه کنیم، دو تا از این دادگاه ها خیلی برای جنبش دانشجویی در واقع نقش ویژه‌ای رو باید براش خواهد شد. یکی بحث اعترافات آقای سعید حجاریان بود که بحث علوم انسانی و لزوم تغییر در کتب درسی مطرح شد که بعد از اون هم دیدیم آقای خامنه ای اون سخنرانی رو کرد در مورد علوم انسانی. و دیگری هم اعترافاتی بود که آقای عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و یکی از چهره‌های شناخته شده فعال جنبش دانشجویی داشت که اتهامات واهی رو به فعالان دانشجویی منتسب کردن از این طریق و زمین سازی کردن که با آغاز مهر ماه برخوردهایی صورت بگیره با فعالان دانشجویی معترض. و سر همین اعترافات هم الان دیدیم که بحثی مطرح است که آقای خامنه‌ای در نماز عید فطر گفتن که اعترافاتی که کسانی علیه خودشون در دادگاه مطرح کنن معتبر هست ولی علیه دیگران مطرح کنن معتبر نیست، که باز هم این مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و مراجع تقلید قرار گرفته که اعتقاد دارن هر گونه فشاری تحت فشار، هر گونه اعترافی تحت فشار فاقد ارزش هستش. و مرسی. چی می‌خواستی بگی دیگه؟ و نکته آخر هم در مورد دانشجویان اشاره کردیم، نقش دانشجویان در خارج از کشور در تجمعات اعتراضی و در واقع مراسم هایی که اینجا برگزار شد، این هم بسیار مهم بود که بسیاری از دانشجویانی که حتی به ایران نرفته بودند و متولد اینجا هم نبودن نقش اثری رو داشتن در اعتراضاتی که در خارج از کشور پدید اومد. و مهمترینش هم تجمعی هست که فردا و پس فردا در نیویورک هست که بسیاری از جوانان و دانشجویان در نیویورک حاضر خواهند بود برای نشان دادن اعتراض خودشون به سیاست هایی که بعد از انتخابات جمهوری اسلامی در پیش گرفته و به طور مشخص حضور آقای احمدی نژاد که پنجمین سال متوالیش است که در نیویورک حاضر خواهد شد. مرسی، وقت ما با تو تموم شد ولی خیلی ممنون که به این تظاهرات نیویورک اشاره کردی، چون به نام ناطقی تا دقایق دیگر میاد و توضیحات بیشتری رو در مورد تجمع بزرگ ایرانیان در نیویورک فردا به ما خواهد داد. مرسی کوروش.